چون در واقع اون چیزی که برای ما بیان خشونت جنسی رو مشکل میکنه، خشونتی بسیار حاد، یعنی خشونت جنسی یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه زنانه که هیچ تقصیری در اون متوجه شما نیست. برای ما سخت کردن فقط به خاطر شرم اجتماعی، ما اصطلاحا بهش میگه فرهنگ قربانی نکوهی، و تنها چیزی که این فرهنگ قربانی نکوهی میتونه بزنه کنار و فضا باز بکنه برای من و شما، برای اینکه بتونیم حرف بزنیم، این هستش که ما خودمون زنان و اقلیت‌های جنسیتی بتونیم اهمیت این موضوع رو درک بکنیم که چقدر مهمه که موضع جدی علیه فرهنگ قربانی نکوهی و تمام مصادیقش بگیریم. ما فقط با این موضع گیری جدی خودمون میتونیم فضا رو برای زنان دیگه امن بکنیم که بیان جلو و حرف بزنن. این تنها کاری هستش که ما میتونیم بکنیم و به نظر من این کار در میتو ایران داره خوب انجام میشه. ما خیلی دلم میخواد که رابطه‌مون رو تقویت بکنیم. به عنوان مثال من از اول مصاحبه دادم پس از خود شما بپرسم شما اونجا دارید چیکار میکنید در میتو، و اگر به ما هر خبر و گزارشی بدید ما با اشتیاق دلمون میخواد که به جامعه خودمون انتقال بدیم و منتشر کنیم. اما به هر حال ما خیلی به صورت کلی مسائل ایران به ویژه مسائل زنانش خیلی ضعیف داره انتقال پیدا میکنه به جامعه جهانی، صدامون ضعیف. اما گروه ما خیلی تلاش کرده که ارتباط بگیره با جاهای مختلف، تا حدی تونستیم با صفحات میتوی بین المللی ارتباط بگیریم، با ترکیه تا پیش از این تلاش کردیم ارتباط بگیریم، با جنبش فمینیستیش ارتباط بگیریم، ارتباطات بدی هم نداریم الان، با افغانستان تلاش داریم ارتباط بگیریم و فعال جنبش میتوش رو گاهی پوشش میدیم خبرهاشون رو. بنابراین تمام تلاشمون رو داریم میکنیم.